امروز در خدمت شما همراهان کانال هستم با مرحله دوم از مبحث مدیوم ها و قدرتمندتر کردن توانایی یا موهبت الهی که به مدیوم ها داده شده و شما جزو یکی از مدیوم ها هستید. مدیوم ها دسته های مختلفی داره. برنامه قبلی رو برید نگاه بکنید، در اون برنامه در مورد مدیوم ها توضیح دادم. این جلسه دوم از اون ریاضت بسیار مهمی است که بنده در جلسه قبل مقداری از اون بیان کردم. بریم تا در ادامه بنده این ختم رو به شما آموزش بدم. با نام و یاد حضرت دادار، حضرت دادار پایدار، و با درود و عرض احترام خدمت تک تک شما همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید و در هر مکانی از گیتی تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه، همواره در تندرستی و بهی باشید، به دور از کجی و کاستی. هموطنان، همراهان، همزبانان، با هر نژاد و رنگ و مرام و مسلک در هر جایی که هستید، یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم، اون هست که به بزرگترها، به موسپیدان، به پدر و مادر علال خصوص، به کوچکترها احترام بگذارید. ما یک فرهنگ غنی داریم و از قدما و قدیم به ما این فرهنگ رسیده، امروز مقداری کمرنگ شده، و اگر ما درک کنیم که این احترام گذاشتن و این کم کردن غرور، اون درگاه کاذب غرور رو بستن، چقدر به سود ماست، مخصوصا کسانی که در راه نور میخوان قدم بردارن، بسیار بسیار مهمه. و نور الهی، دریچه‌های نور الهی براتون باز میشه. عزیزان، سپاسگزارم از همه عزیزانی که به کانال کمک میکنن. عزیزان، من قبل از ادامه برنامه یه چیز رو همینجا من به دوستان بگم. عزیزان و همراهان کانال، کسانی که درخواست‌های مختلف دادید و در این یک هفته گذشته که بنده زمان تخفیفی گذاشتم پاسخی داده نشده، تلگرام، آیدی تلگرامی که ادمین پاسخ اون رو میداد، مقداری دچار مشکل شده. لطفاً برای انگشتر یا بسته یا این مسائلی که در زمان تخفیفی پیام گذاشته و جوابتون داده نشده، به اینستاگرام پیام بدید تا از طریق ادمین اینستاگرام پیگیری بشه و اون چیزهایی که نیاز هست بنده به شما بگم از اون طریق به شما انتقال پیدا بکنه. و سپاسگزارم از همه عزیزانی کانال رو حمایت کردن. بنده از طریق ادمین متوجه شدم که در یک ماه گذشته عزیزان مقداری حمایتشون رو بیشتر کردم و جای سپاسگزاری داره. عزیزان، بنده به این درک رسیدم کسانی که میخوان به درجات بالا برسن حتما باید سپاسگزار باشن، و بنده هم سپاسگزاری میکنم از تک تک عزیزانی که عضو کانال هستن و کانال رو حمایت میکنن با لایک، با کامنت و با سابسکرایب کردن در کانال، با دیدن تبلیغاتی که بر روی کانال میاد حتی به اندازه 30 ثانیه. این بسیار بسیار مهم هست. بریم سراغ آموزش. عزیزان، در جلسه گذشته من در مورد مدیوم ها توضیح دادم که مدیوم ها کلن چه خصوصیتی دارن. وقت رو نمیخوام اینجا من تلف بکنم، برنامه گذشته رو برید نگاه بکنید. حالا من از ادمین میخوام که بذاره روی کارد کانال این قسمت برای شما برنامه گذشته رو، تا اون عزیزانی که ندیدن از اینجا برنامه گذشته رو ببینن و مقداری آگاهی زمینی رو داشته باشن. مطلب این بود که مدیوم ها عزیزان یک سری خصوصیت هایی دارند که افراد عادی ندارند، و برای اینکه اون حالت در انسان ها قوی بشه، نگاه بکنه، مدیوم ها در سنین مختلف به اون حالت قدرت خود میرسند. حالا بعضی ها، بنده هم یه مدیوم هستم، اصلا فرقی نمیکنه، همتون مطمئن از من بهتر هستی، این اصلا جای شکی درش نیست. منتها هر کسی به یک سنی این اتفاق براش میفته و اون حالت در اون قدرت. خیلی از خانم ها ممکنه از سن 15-16 سالگی، 13-14 سالگی این قدرت درشون اتفاقا نمود پیدا بکنه. بعضی ها ممکن از سن 30 سالگی، 40 سالگی، بعضی آقایون از سن 10 سالگی، بستگی داره. ولی معمولا خانم ها زودتر به این قدرت میرسند، این قدرت رو درک میکنند
معمولا به این صورت هست. دریافت عزیزان در خانم ها قدرتمندتر است. حالا بنده از مجموعه راهی میانبر رایگان برای شما در سری گذشته یک ریاضتی رو گذاشتم که این ریاضت عزیزان در سری جلسه هم گفتم 3 مرحله دارد. این مرحله اولش رو در جلسه گذشته گذاشتم و برنامه های گذاشته، مرحله دومش امشب هست که باید این مرحله رو انجام بدید. با توجه به اینکه خب خانم های محترم یک حالتی رو دارن که این حالت طبیعی بدنشون هست در هر ماه، بنده این ریاضت رو 2-14 روز در نظر گرفتم. اما عزیزانی که می توانند این حالت رو داشته باشند، یعنی اصطلاحا وقت بیشتری دارند، این رو 2-21 روز انجام بدن. خانم های گرامی به دلیل اینکه خب اون حالت در معلوم نیست که چه تایمی در زمانشون ایجاد بشه، آقایون راحت تر میتونن، یعنی 2-21 روز رو آقایون راحت تر میتونن، تو خانم همون 2-14 روز رو انجام بدن. یک مطلب دیگه هم دوستان اینجا بگم، اولا اینکه بنده سعی میکنم پنجشنبه این هفته اولین لایو رو در یوتیوب بگذارم. یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز قدیمی من از مدیوم های بسیار قدرتمند و زی علم کانالی رو اصطلاحاً تأسیس کردن در یوتیوب که این کانال رو بنده در کانال تلگرام به ادمین میگم در کانال تلگرام هم تگ کنه. کانال این بزرگوار دوست عزیزمون رو جناب تقوی رو حتما در یوتیوب اون رو هم سابسکرایب داشته باشیم، مطالب جالبی از اونجا، البته در کلاب هاوس در اتاقهایی که ایشون بوده بنده هم بودم، اگر یه موقع اونجا چیزی میذاره بنده هم اونجا هستم، ولی خب در این حال این رو هم مد نظر داشته باشید. خب عزیزان این 2-14 روز رو شما از ابتدای ماه قمری، منتها سری قبل گفتم که به شما اون رو از ابتدای ماه، منتها این رو از یا هفته اول بهتر هست، اگر مورد نشد هفته دوم، بعد روزی که باید اجرا بکنید یا یک شنبه هست یا دو شنبه یا پنج شنبه، این رو میبایست چی کار بکنید عزیزان؟ شروع بکنید به عمل. خب در برنامه گذشته من به شما گفتم که میبایست یک سری ریاضت ها هم همراه اون باشه، یکی از اونها که مهمترین قسمتش همه هست چه هست عزیزان؟ پرهیز جمالی. در مورد پرهیز جمالی هم در برنامه های 3-4 ماه گذشته که در مورد چله نشینی و انواع پرهیزات هست، برید با همین مضمون نگاه بکنید که چله نشینی چیست و پرهیز انواع پرهیزات در چله نشینی، اونجا در مورد پرهیز جمالی توضیح دادم و اگر این موقع بگم پرهیز جمالی، اون رو دیگه اونجا نگاه بکنید و به خاطر بسپارید. این بر این ختم مرحله دوم هست 7 روز، باید شما حتماً 7 روز پرهیز داشته باشید. منتها این یه مقداری مرحلش سخت داره. 7 روز که قبل از شروع شما پرهیز میگیرید، که پرهیز دارید، از زمان شروعتون هم عزیزان باید 1 هفته، یعنی 7 روز بعد از شروع، همزمان به شروع باید که شروع میکنید، 7 روز هم میبایست اصطلاحاً بهش میگن ترک حیوانی داشته باشید، آنچه که زی حیوانات هست، این رو هم در اونجا توضیح دادم، اون رو هم برید قشنگ نگاه بکنید، کل اون کلیپ رو نگاه بکنید، کلن آموزش هایی که ما در کانال میگذاریم ذره به ذرهش به درد شما میخوره عزیزان. اگر میخواید قدرتمند به پیشرفت بکنید، اگر نمیخواید که فقط میخواید برید یک کار رو شروع بکنید که بی نتیجه باشه، خب وقتتون رو به بتالت سپری میکنید. پس این رو یادتون نره عزیزان. این عمل بخور دارد، این عمل بخور داره. بخورش رو من خیلی ساده براتون گرفتم، همون کندر رو شما استفاده بکنید کافیست. حالا پهلوی کندر اگر تخم اسپند یا اسپنج یا سپنج، هرچی که شما اسمش رو میگید استفاده بکنید بهتر، نداشتید همون کندر رو استفاده بکنید.
خب برای این مرحله عزیزان شما حتما باید از شمع استفاده کنید، استفاده نمایید در یک اتاق خاص. در یک اتاق خاص شما حتما باید از شمع استفاده بکنید و حالا شمع یا یک یا سه عدد دیگه، این رو من بارها در برنامه ها گفتم. مطلبی که بسیار مهمه و باید بدانید عزیزان، در این کانال بنده سعی کردم همیشه اون چیزی که ریزترین جزئیات مهم به شما آموزش دهم. نگاه بکنید خیلی ها خیلی آموزش ها رو میدن، اما ریز جزئیاتی هست که خیلی هم ساده است، اما اگر به شما نگویند به اجرا و به مرحله جواب و پاسخ نمیرسید. متوجه هستید؟ یکیش همین هست که به شما مرتبا میگن آقا شما دو روز برو این کار رو انجام بده، مطمئن باش این کار بشه. بله 100%، اما همگیر نیست عزیزان. این که من بارها به شما میگم صبر صبر صبر، علتش اینه، انسان باید صبر داشته باشه و شما نباید فقط دنبال استثناءات باشید که آقا مثلا فلان خانم یا فلان آقا در این کار دو روزه رفت جواب گرفت، 10 روزه رفت جواب گرفت، 20 روزه رفت جواب گرفت. عزیزان شما باید پله های رو طی بکنید. درسته بنده راه میانبر رو گذاشتم که شما از اینجا اینجوری تاب نخورید، اما بالاخره همین هم یک سری پله ها داره و این خیلی خیلی مهم دانستنش و اینکه بدانید که خودتون رو آماده بکنید برای مراحلی. اینکه یکی به شما بگه فلان ذکر رو من متاسفانه دیدم دیگه اسم خودشون رو هم استاد میگذارند، متاسفانه بنده که استاد نیستم ولی اون افرادی که بنده دیدم اسمشون رو استاد میگذارن متاسفانه، خب چیزهایی رو میگن در کانالشون که جز مثلا فلان جن رو در 3 روز احضار بکن. آخه این کجای یک مطلب درست هست؟ اون چیزی که به درد شما میخوره اون نیست عزیزان. شما مثل یک ما بچه بودیم، کودک بودیم، حالا کودک که نه، در سن نوجوانی بودیم، یک بسته هایی بود اسمش رو خدمت شما عرض بکنم که شانسی میگفتن و این بچه ها کودک ها میرفتن اونها رو میگرفتن، شانسی میگفتن. بعد صحبت مال خیلی سال قبله و هر مغازه می آورد یه سری شانسی ها رو می آورد و این شانسی ها بعضیش بادبادک بود، بعضی هاش قدیمی بود دیگه، بعضی ها مثلا بادبادک ها بزرگتر داشتن، بعضی ها بادبادک ها. شما هم دقیقا این شانسی ها، این چیزهایی که بهش میگن شانسی، دقیقا همون هست. شما میرید یه کاری رو انجام میدید، به جایی که برای شما مثلا یک ملک یا یک مثلا نیروی، حالا من صحبت اسفلی میکنم و صحبت کانال خودمون رو نمیکنم، یک چیز بد ریخته، بد انرژی به طورتون میخوره و زندگیتون رو تباه میکنه. پس عزیزان دوستان، اگر در کانال ما عضو هستید، آنچه که به شما میگویم و آموزش میدهم مطمئن باشید بهترین راه و آسانترین راه هست، دستورات سخت هم موجوده، اما لطفاً خواهش میکنم خودتون رو آلوده ی کانال هایی نکنید که بعد بیاید پیام بدید ادمین محترم لطفاً ما رو پاکسازی بکنید. ضمن اینکه اگر شما هم در این دستور پاکسازی نشید، یعنی آلوده نشید، بعضی ها از گذشته آلودگی دارند عزیزان، اینها زمانی آلودگیشون به ظاهر میرسه و ظاهر میشه که یک دستور رو شروع کنن به انجام دادن، اون زمان هست که قدرت اون آلودگی سریع نمایان و مشخص میشه. حالا این گفتم، این رو من به شما عرض بکنم تا بدونید. خب عزیزان این دستور خط مندل ندارد، برعکس این که بنده گفتم در اتاق خاص بود بشه، اما خط مندل نداره. شما همون چاقویی که دارید رو، این چاقو رو به همین صورت لبش رو به سمت خودتون بگذارید، تحسین حتما انجام دهید. در برنامه های گذشته برید نگاه بکنید در مورد تحسین ورود و خروج صحبت کردم عزیزان، برید حتما برنامه رو نگاه بکنید.
حتما و حتما اسراف انجام دهید. عزیزانی هم که چاقو سفارش داده بودند در این زمان تخفیفی از دیروز به نوبت داره کاراشون ارسال میشه و انشالله تا ابتدای ماه قمری خیلی ها اون وسایلی که سفارش دادن به دستشون میرسه. بسیار خوب. مهمترین چیزی که شما باید بدانید در این عمل این هست که لباستون باید سپید مطلق باشه. عزیزان در مورد لباس سفید من بارهای بار توضیح دادم، گفتم سپید مطلق، حتی خط روش نباشه، نوشته نداشته باشه. بعضی میان میگن مارک داشته باشه. خب عزیز من مارک نوشته است چه فرقی میکنه؟ هر آنچه که نوشته باشه فرکانس داره و اختلال ایجاد میکنه. متوجه شدید؟ وقتی من به شما میگم در اتاقی که میرید با خودتون موبایل نبرید، علت چه هست؟ موبایل سیگنال داره. این سیگنالی که ایجاد میکنه، این سیگنال های الکترومغناطیس باعث میشن که الکترومغناطیس خود شما رو درگیر بکنه و در انرژی داد و گرفت شما مختل بشید. دیگه کسانی که الکترونیک خوندن رو کامل میدونن، مختل میکنه شما رو. مثل این میمونه که شما در یک جریان مغناطیسی که در یک جریان داری یه آهنربایی بیارید نزدیکش بکنه، خب مشخصه اون حوزه میدان رو به هم میریزه. دقیقا شما مثل همینه. از لامپ استفاده نکنید عزیزان. اگر جایی که من بهتون گفتم شمع، فقط شمع، این لامپ رو استفاده نکنید. نه لامپ موبایل، نه LED، اینها همشون جزء لامپ های الکترونیکی هستن. حالا الکتریکی هم اصلا فرق نمی کنه، چون جریان برق داره و دور اون سیم یک انرژی الکترومغناطیس تولید میکنه. بسیار خوب، پس سعی بکنید از چیزی که میگم از همون استفاده بکنید. خب عزیزان این مرحله پشت نماز داره. منتها یه چیزی من بهتون بگم برای عزیزانی، عزیزان اومدن گفتم ما نماز نداریم، اشکال نداره شما نماز در آیینتون ندارید، عبادت خاص که دارید در روز اون عبادت رو پشت سرش این عمل انجام بدید. تایم عبادت دارید در همون عمل. عزیزانی که پیروان حضرت ختم مرتبت هستن، 5 بعد نماز دارن، با نمازشون رو بخوانند عزیزان و بعد از اون این عمل رو انجام بدن. بعد از هر نمازتون که نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا هست، بعد از هر مطلبی که اصطلاحاً نمازی که خوندید، شما میبایست یک مرتبه چی بخونید عزیزان؟ سوره قاف. یک مرتبه سوره قاف بخونید به آیه فکشفنا انک غطاک فبصرک یوم حدید رسیدید. این آیه رو باید 21 مرتبه تکرار کنید به کف دستتون. هر باری که تکرار میکنید فوت بکنید و از بالای پیشانیتون بکشید تا روی سینتون. سوره قاف رو که خوندید عزیزان، بعد از سوره قاف هم 40 مرتبه استغفار مخصوص میخوانید. این از این. این میشود پشت نمازاتون. مثل همیشه من بهتون گفتم که شما صبح قبل از شروع عمل عزیزان غسل و نیت، این نیت عمل انجام دهید. این آب قدرت بی نظیری داره، همون کاری که بنده هم انجام میدم عزیزان. چیزی رو که بنده میگم به شما، اون رو خودم انجام میدم. این رو ازش غافل نشید. ما در این کانال بحث دینی نداریم عزیزان. شما با هر مرام مسلک و چیزی هستید، در تایم خودتون، در اون زمان خودتون این رو انجام بدید. خب میرسیم به شب عمل. بعد از عشاء، حالا ساعت 9 و نیم یا مثلا 10 و نیم شب، دیگه اون چیزی که خودتون میدونید عملتون رو شروع میکنید. عمل چه هست؟ من سریع عمل رو بهتون میگم و انشالله برنامه رو به اتمام میرسونیم. اگر تا الان لایک نکردید حتما همین استای لایک بکنید، کامنت بگذارید و حداقل برای 3 تا 5 نفر این کلیپ رو بفرستید. عزیزانی که علاقمند هستند اونها هم انشالله به سمت کانال و کانال‌های ما و دیگران که در راه نور سعی می‌کنن قدم بردارن بیان. خب عزیزان اول 14 صلوات مخصوص. بعد از این که تحسینتون رو کردید، اسرافتون رو خوندید، این کاراتون انجام دادید، اول 14 صلوات مخصوص ابتدا و انتهای اعمالتون. بعد از این که این رو گفتید عزیزان، 21 مرتبه استغفار مخصوص.
این استغفار مخصوص که بهتون میگم قدرت عجیبی داره عزیزان. من در برنامه گذشته گفتم چی هست، برید برنامه گذشته رو نگاه بکنید. خب 21 مرتبه استغفار مخصوص رو که گفتید عزیزان، میبایست شما در اون شب در همون بعد از عمل 3 مرتبه سوره چی بخونید عزیزان؟ یاسین بخونید. در هر مرتبه که رسیدید به مبین، سوره یاسین 7 مبین داره عزیزان، در هر مبین که رسیدید میبایست این رو که من بهتون میگم بخونید. اللهم یا علی و یا عظیم، یا کاشف السر والخفیات، یا دائم البرکات، یا نور علی کل نور، یا حی یا قیوم، افتح لی ابواب غیب که به حق قدرتی که، یا رب الملائکه المقربین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد میگید خداوند بار الله از این درگاه غیبت برای من هم آنچه که صلاح تو از آشکار کن. فوت به کف دستتون بکشید از بالا پیشانیتون تا روی سینتون. این رو یک بار میخونید. عزیزانی هم که یه مقدار تندخونتر هستن 3 مرتبه بخونید. یه مرتبه خیلی خیلی دستور آسانیست، بسیار آسانه. 3 مرتبه باید سوره یاسین رو بخونید و در هر مرتبه مبینش به این صورت. سوره های یاسینتون که تمام شد عزیزان چی کار میکنید؟ سوره یاسینتون که تموم شد 21 مرتبه آیه نور میخوانید و به خودتون به کف دستاتون فوت میکنید، چوف میکنید، دم میکنید. بعد از اون هم تحسین خروج و با پای راست از اتاقتون خارج میشید عزیزان. عزیزان در این 14 شب اول و دوم هر شبی حداقل بیشتر از 3 شب در اتاق باید بخوابید و شما از مرحله اول که شروع میکنید به خواندن از روز 12 به بعد یا 11 به بعد، بعضی از 9 به بعد، بعضی از 8 به بعد، بعضی هم در 14 روز دوم اتفاقاتی میفته. گوش راستتون شروع میکنه به سوت کشیدن ابتدا، بعد یواش یواش سیر صداها میشنوید، مثل صدای آبشار، مثل صدای بال زدن مثلا پرنده، بعد یواش یواش اینها هی فرکانس ها بالا میره، صدای صوت قرآن میشنوید، صدای اذان میشنوید، مثل این حالت. بعد یواش یواش پچ پچ میشنوید، بعد براتون بازتر میشه. و در رؤیا عزیزان، و در رؤیا عزیزانی با شما خواهند بود، اول خودشون رو به شما نشان نمیدن در سمت راستتون و در پشتتون، بعد یواش یواش خواهید دید با لباس های سپید و عزیزانی هستند که اون عزیزان وظیفه این رو دارند که شما رو از اون پرده انشالله براتون گشایش حاصل بکنن. عزیزان و دوستان چند چیز رو من بارها گفتم، نماز سر وقت یادتون نره، هر عبادتی دارید سر وقتش، بعد از اون دروغ، تهمت، قضاوت، پشت سر مردم غیبت کردن و این سری رذایل ممنوع عزیزان، ممنوع. کشف سر نکنید و رازتون رو به کسی نگید اگر میخواید که پیشرفت بکنید. کانال رو حمایت بکنید عزیزان، کانال به حمایت شما نیاز داره. عزیزانی که حمایت مالی میتونن بکنن حمایت مالی، عزیزانی هم که نمیتونن با همین کارهایی که بنده میشه میگم مثل لایک و کامنت و سابسکرایب، شیر کلیپ ها و دیدن تبلیغات بسیار کمک خوبی به کانال میشه. امیدوارم که در پناه حی قدوس باشید. براتون دعا میکنم به بهترین ها برسید. شما برای بنده دعا بکنید تا برنامه آینده دادار پایدار یارو یاور شما.